این بار فونیکس افیکس نسخه پریمیوم. این که این ماشین چه مشخصات فنی داره؟ شتاب 0 تا 100ش چیه؟ برگا رو باید شست، جور دیگر باید ریخت. امکانات داخلیش چی هست؟ خوبیاش، بدیاش، ویژگی ظاهریش، هندلینگ پیچ لواسون. خیلی خوب راه میره، اصلا راه رفتنش حرف نداره. سروالهی لشکرک و مشخصات رانندگیش راحت نیست. هر چیزی که شما فکرشو بکنید توی این ماشین و لازم داریم بهش رو در ادامه با هم ببینیم. اول از هر چیزی یکی از خوشگل‌ترین ماشین‌های بازار ایران هست. کاری به چینی بودن و غیر چینی بودن ندارم. انقدر خطوط شکسته و در هم آمیخته توی این ماشین هست که آدم گیج میشه و بلای جون صافکارا هست. خدای نکرده اگه کسی تصادف کنه، مخصوصا این رنگ مشکیش. سه تا رنگ اصلی که توی بازار هست، مشکی، سفید و خاکستری که خاکستریش کمتره. به هر حال جلو پنجره به شدت بزرگش و البته 3D‌ش، دیلات کوچولوش که اینجا هست و نسل جدید چراغا که پایین‌تر اومده، دیگه نیازی به مهشکن اینا نیست. گرافیک خوب چراغا و رنگایی که توش به کار برده شده به نظر من باحاله و توی محصول چینی پیشرفت خوبی هست. یعنی چینی‌ها نشون دادن که اگه بخوان میتونن یه چیز خیلی خفنم بزنن برای ایران. حالا کاری به دنیا ندارم، توی دنیا زدم، ولی توی ایران معمولا خیلی طراحی خوبو نمیارن. سپر ماشین پایین این رنگ قرمز که تریم اصلی کل ماشین هست توش به کار برده شده و یه سپر فوق‌العاده با طراحی خوب، اصلا حرفی تو جلوش نیست. یعنی بی خودی نیام ایراد روش بذارم که آی فلانه بهمانه. کاپوتی که خیلی خوب طراحی شده، این قسمت برآمده و خطوطی که کج و انحنادار طراحی شده روش، اصلا حرفی برای گفتن نمیذاره. هر چقدر توی جلو ما جذابیت دیدیم، توی بغلش هم همچنان پایدار هست. رنگ قرمزی که روی رینگای مشکیش سوار رینگای 18 اینچی با پهنای 215 و فاق 55 که یکم پهناش به نظر من کمه. اگه 225 باشه یا 235 که دیگه خیلی بهتر میشه. آینه که روی بدنه هست و رنگ قرمزی که روش هست و یه خط باریک راهنما خیلی خوشگل طراحی شده بخش آینه‌ش هم و لچکی که این قسمت هست برای اینکه دید راننده رو محدود نکنه. دستگیره که کروم ریز روش به کار رفته و ارتفاع ماشین که خیلی بلند نیست نسبت به مثلا تیگویت پرو پرو مکس و توی رده کراس‌اوورهای کوپه قرار میگیره، چون عقبش هم یکم رفته و پایین‌تر اومده. شبیه میتونم بگم دیگنیتی هست. این قسمت پایین هم دوباره همون رنگ قرمز، کلن قرمزکاری توی رنگ مشکی زیاد این چند وقت باب شده. مثلا کویک سقف قرمز مشکی، مثلا پژو 207 گوجه کبابی، همه اینا رنگ مشکی و قرمز قاطی و مردم هم دوست دارن برحال. ولی توی ماشین حداقل نمود خوبی داره و این قسمت عقبش رو من خیلی دوست دارم. دوباره عقب این ماشین رو من دوست دارم به خاطر اینکه گلگیر انحنای خوبی داره، چراغا خیلی با گرافیک و طراحی خوبی روش سوار شده و اینجا یه هنر خوبی نشون دادن چینیا. ارتفاع لاستیک از گلگیر ماشین هم به نسبت خوبه، در حد کراس‌اووری که شاید بگم استاندارد باشه، خیلی پایین نیست که بگیم سواری. و ارتفاع ماشین هم خوبه، ارتفاعش خیلی به پایین نزدیک نیست، مخصوصا از نمای بغل که آدم نگاه میکنه حس حال شاسی بلندی بهتون میده که مثلا بگیم آقا کراس‌اووره، با اینکه این ماشین حالا تگ دیفرانسیل. توی قسمت عقب دوباره طراحی باحال میشه، از گرافیک چراغا مخصوصا موقعی که روشن میشه، دنده عقبش، راهنماش، اصلا نگم براتون، واقعا خوب طراحی کردن قسمت عقبش. از تیگویت پرو به نظر من بهتره و شیشه‌ای که شیبش کمه، رنگ مشکی متالیکی که چندان کیفیتش بالا نیست، کلا رنگای ماشینای فونیکس و ام وی ام زیاد بالا نیست کیفیتشون. بالای عقب دو رنگ شبیه 34 تا حدودی طراحی شده، از اینجا یه دونه شیار داره، یه دونه سوراخ داره و این قسمت هم دو طبقه، خیلی خط باریک و ظریفی که اینجا کشیده شده، چراغ ترمزشه و فونیکسی که اینجا نوشته شده و 290 تیک مال گشت‌آور ماشین و افیکس هم که مال احتمالاً افیکس پرو مثلا بعدم بیاد بشه دو دیفرانسیل احتمالاً.
این قسمت یه کروم مات زدن که خیلی خوشگله، یعنی سپر و اون قسمت عقب و این کروم مات شدیدن بولد میکنه، اما حیف که خروجی اگزوز فیک هست و کاش که فیک نمی بود. صندوق عقب برقیه، زودم باز میشه خوشبختانه، و فضای داخل صندوق خیلی بزرگ نیست، در حد یه کراس‌اوور کوپه هست، یه SUV کوپه ای که کوچولوه، اینجوری بگم رده کوچیکا، و خیلی امکانات عجیب غریبی نداره، یه چراغ توش هست و هیچ خبری از سوکت و اینجور چیزا نیست، و این زیرم یه دونه زاپاس فرغونی و ولا غیر. صندلیام به پایین فولد میشن که یکم راحت‌تر، کلاً خیلی فضا بزرگ نیست داخل که بگیم آره یه شاسی بلند جا داره. قلب تپنده فونیکس افیکس پریمیوم میشه یه موتور 1.6 توربو 4 سیلندر با 197 اسب بخار و 290 نیوتن متر گشتاور که به وسیله یه گیرباکس 7 سرعته 2 کلاچه نیرو به چرخه جلو منتقل میشه. کل این مشخصات فنی با تیگویت پرویی که قبلا بررسی کردیم یکی هست، ولی وزن این ماشین حدود 200 کیلو از اون ماشین سبک‌تره و 1400 کیلوه که خودش میتونه خیلی جواب بده توی شتاب 0-100. از مشکلات این ماشین میشه به حساسیت به بنزین اشاره کرد، مخصوصا اینکه GDI هست، Gasoline Direct Injection، که پاشش سوخت مستقیمه و حساسیت به بنزین بالاتر میره، مثل سانتافای MPI و GDI که GDI حساس‌تر بودن به بنزین، و همیشه باید اکتان بنزین سوپر مشغول باشین دیگه. باش بنزین معمولی آشغالی که ما داریم متاسفانه به اینا نمیسازه. مشکل این ماشین و موتور نیست، مشکل از بنزین ماست، وگرنه همه جای دنیا دیگه الان دارن بنزین خوب ارائه میدن، و اینکه گرمای موتور بالایی هم داره. ماشینای چینی معمولا تو نسخه توربوشون گرمای موتورشون بالاست که یه سری داستانه به وجود میاره، ولی به هر حال چیزی که هست و شتابش هم کمپانی گفته 7.8 ثانیه است، خیلی رقم عجیب غریب خوبیه، و توی عمل میریم حالا توی رانندگی تست میکنیم. بریم سراغ داخل فونیکس افیکس پریمیوم. روی در متاسفانه متریال خشکه، کلن چند تا رنگ توش به کار بردن، یه تیکه فقط چوب مصنوعی براشه با یک کروم ماتی که رنگش میره سمت روزگولد، و یه تیکه نرم هم اینجا، یعنی این قسمت تیگویت پرو خیلی خیلی بالاتره. کلیدا هم سرشون فقط یه کروم مات زده شده و هیچ چیه دیگه. خوشبختانه رکاب نداره دیگه، این ماشین اصلا رکاب نمیخوان. صندلی تمام مشکی با یه نوار خیلی باریک روشن که خوبه اینم داخل کامل مشکی باشه، حداقل بهتر از اینه که مثلا تیگویت پرو رنگ مارون داشته باشه و کم کم رنگش بره، حداقل چرمش اگه بی‌کیفیت هم باشه دیگه معلوم نباشه، چرمش هم تقریبا در حد همونه، ولی صندلی یکم اسپورتی ترم و حالت میتونم بگم تریم ریس دارم. صندلی کامل برقی سمت راننده و سرنشین اینوری، و پشت فرمون که میشینین خیلی ساده است همه چی، اصلا خبری از اون جزئیات تیگویت پرو اینا نداره. اصلا داشبورد یه پلاستیک، شاید بگم پلاستیک فقط یه ذره نرمه، اصلا متریال با حالو بگم خیلی هایی داره نه، یه مونیتور به هم پیوسته و با کیفیت اینجا که بخشیش میشه قسمت اینفوتیمنت، یه بخشیش هم کلاستر. کنسول وسط به شدت پلاستیک خشک، فقط اون تریم روزگل کرومی که هست توش رعایت شده، این پنل اینجا یه جایش برای سویچه که میذارین روش، و اون قسمت دیگرش هم برای وایرلس شارژر، و اینجا کلن پلاستیکه که یه کم اکریل روش پاشیدن فقط، وگرنه اصلا پلاستیک خشک کامل همش، مخصوصا این بغلا کلن ببینید طرف طرق پلاستیک خشک میاد. دوربین 360 درجه این ماشین که کیفیت خوبی داره و من که ازش راضی بودم، رنگ و کنتراست اینا نسبت به چینی بودن و قیمت به نظر من خوب بود. مانیتور هم کیفیت مناسبی داشت، ریسپاند خوبی داشت، و مثل تیگویت پرو اون مشکلاتی که توی رانندگی یهو برق ماشین جوری میشد که کیفیت ریسپاند مانیتور و سیستم برقی میومد پایین و وایس اینا، صدای
سیستم صوتی اینا لگداش اینجوری نبود خوشبختانه، ترمز پارک برقی اتوهولد و لیور دنده بالی که خیلی کوچولو حالت خلبانی کاکپیتی داره و پارکش هم یه دکمه هست. گرم کنه صندلی اینجا فعال میشه و آدم میگه خب این سردکن نداره، فن نداره، پس هیچی دیگه. ولی اینجوری نیست. توی مانیتور که میرین مثلا خواستین شما سیستم تهویه رو روشن کنین، پایینش دو تا دکمه هست لمسی، به صورت لمسی پایینی گرم کنه، بالای تهویه است و کنتراست خوبی هم داره. پس چرا دکمه رو اینجا نذاشته؟ یعنی جا نبود چی بود؟ خب یه جایی براش میذاشتن آدم اینجا کنترل کنه به جای اینکه بره تو این قسمت. به نظر من یکی از ایراده کاربریه، یعنی کاربری برای یوزر و مصرف کننده. یه ناب همین قسمت هست که برای کنترل صدا و دو تا کاپولر عمیق. تو قسمت کنسول وسط یه کنسول که خنک‌کن داره و باد کولر میاد اینجا، یه دونه محفظه کوچیک داره و این زیرم حتی میره. محفظش خیلی بزرگ و خوبه و زیر آرنجی خوبی هم داره. محکم بودن اینجا خوبه، فقط این پلاستیک خشکه باعث میشه که قرچ قروچش بعضی موقع بیاد، مثلا درب داشبورد یکم از خود داشبورد بیرون تر. این کیفیت چیپ پلاستیک خشک اذیت میکنه. این زیر دوباره یه محفظه بزرگ برای گذاشتن کیف و اینا، یه دونه خروجی 12 ولت سوکتی و یه دونه USB-C و USB معمولی که امکانات رفاهی خوبه این زیر. این قسمت وسط داشبورد یه پلاستیک پیانویی باریک هست که بخشش امبینت لایته، یا همون نور مخفی که خیلی خوشگل روش طراحی شده، و یه بخشش هم دکمه های لمسی سیستم تهویه ماشین که وقتی که شما هر کدومشون رو بزنین بالا هم به صورت لمسی میاد و میتونید شما فعال کنین که از کدوم قسمت ها باد داشته باشین، چه سر چه گر. و کولرش هم امتحان کردم، بد نبود، کولر کیفیت مناسبی داشت. استاپ دکمه ای که خیلی هم کیفیت خوبی داره، کریستالی هست. و میرسیم به فرمون ماشین، فرمونی که با کیفیت طراحی شده، ترکیب کروم، چرم مصنوعی و پلاستیک پیانویی که دکمه هاش هم بالا. من تو این قسمت فرمون و دست راهنما برف بکن، اینو خیلی بالاتر از دیگویت پرو و پرو مکس میبینم. چرا که کیفیت دکمه ها و اون دیتیلی که روی دست برف بکن و فرمون هست از اون بیشتره. کلاستر کیفیت خوبی داره، کنتراست خوبی داره، یکم کوچولوه، یعنی به قد و قواره و هیکل ماشین یکم بزرگتر میبود بالاتر میشه، یعنی مونیتور یکم پایینتر اینجا رو میگرفت یا هر چیز دیگه ای، ولی کنتراست خوبی داره. و امکانات ماشین، ترمز اضطراری برای تصادف جلو، سنسور نقطه کور، رادار حرکت بین خطوط، رادار هشدار خروج از خط و کلی از این امکانات داره. حتی یک کمکی راننده هم داره، یه سیستم کمکی راننده و وایس کامند هم داره، یا همون وایس اسیستنت که با صدا بهش میگی هی فلانی اینو باز کنی، از این جور بازیه که من زیاد باهاش همراه نیستم. دید به عقب به خاطر آینه بزرگش خوبه، ولی خود آینه هم طراحیش جوره که نقطه کور ایجاد میکنه، نصف آینه اصلا نقطه کوره. و این لچکی که براش گذاشتن این قسمت یکم دیدو باز بهتر کرده، ولی به نظر من آینه بیش از حد پشتش بزرگه و اذیت میکنه. سمت چپ فرمون یه دکمه از صندوق پرام برای قسمت صندوق برقی و فرمونم توی 4 جهت قابل تنظیمه، هم بیرون و داخل، هم بالا و پایین. و ستون این قسمت ماشینم ضخامتش میشه گفت قابل قبول و مناسبه. یه دونه آرم سونی اینجا دیده میشه، لوگوی سونی که برمیگرده به سیستم صوتی این ماشین و همگام با سیستم صوتی. یه دونه امبینت لایت هم دور کاپولر و رودریه داره که حالت معمول یه رنگ، رنگاش عوض میشه و وقتی سیستم صوتی رو میزنی خودش به رقص در میاد. این برای من بالود. بریم سیستم صوتیش که ببینیم چجوریه. من تنظیمش هم کردم، بیس و ایناشو تنظیم کردم که چجوری در میاد و من انتظار دارم که خوب باشه. امتحانش هم کردم، بد نبود، با هم آهنگی که کپی رایت نمیخوره. بریم تستش کنیم. کیفیت خوب، بیس خوب، خیلی های نیست، سیستم عجیب غریبی که بیرون افتر مارکت باشه نیست، ولی به نظر من در حد این ماشین و این کلاس خوبه و جوابه. بیس خوب بهتون میده، کیفیت و لذت خوبی هم داره، بلندی خوبی هم داره و همزمان با اینم رودریا
امبینت لایتشون به رقص در میاد. سقف ماشین یه سانروف هست، ولی سانروف بزرگیه، پانورامیک نیست به خاطر سبک اصلا طراحی ماشین. اگه این می بود شاید اصلا جا نمی شد، چون عقبش یکم پایین اومده. و این قسمت کیفیت دکمه خوبه، کیفیت چراغه، چراغه کریستالی که خیلی دیتیل جالبی دارن، یعنی انگار مثلا الماس اونجا چسبیده شده. و این قسمت هم پارچه با کیفیت مناسب. و این قسمت هم که جلو میبینید برای رادارها هست، راداری که گفتم و اسم بردم براتون. بریم سراغ عقب. تو ردیف عقب صندلی جلو رو برای خودم تنظیم کردم، پای یکم سخت زیر صندلی میره، فاصله زانو به اینگی اوکه، و سر میتونم بگم مماس عمود نشستم. خیلی راحت نیست، میتونم بگم در حد همون دیگنیتی، شاید دیگنیتی یه ذره از اینم راحت تر باشه عقبش، چون استایل طراحیش جوریه که بیشتر اسپورتیه تا خانوادگی. رو دری کلن مثل جلو همون پلاستیک خشکی که همه جا هست، فقط یه دوتا متریال میشه گفت با دیتیل ریز توش به کار بردن، و از زیرارنجی که بیشترش اصلا پلاستیک خشکی، یه تیکه کوچیکش فقط یه چرم مصنوعیه. این وسط خروجیه هوا برای ردیف عقب، و یه دونه USB داره اینجا، و یه دونه زیرارنجی که دوتا کاپ هولدر ساده. سقف هم از اون چراغ خوشگلای الماسی جلو عقبم به کار برده شده، و بالا اصلا آدم میبینه لذت میبره، کاری به این ندارم نور داشته باشه بد باشه خوب، به نظر من جالب بود. یه چیز دیگه هم که هست، ایزوفیکسش هم دسترسیش خیلی راحته. این برای صندلی کودک که میخواین نصب کنی خیلی دسترسیش راحته، یه جوری ساختن که اصلا کلا هیچ مشکلی نداشته باشین دنبالش نگردین این زیر. و استایل صندلیاش هم بد نیست به نظر من، یکم چون شیب داره به سمت عقب راحته، با اینکه خیلی بزرگ نیست ولی بازم راحته. دیدی به جلو هم به خاطر صندلیاش شاید بگم سوسوه، مثلا بهمن ریسپکت نیست که بلند باشه ارتفاع صندلی رو دید و کامل کور کنه، ولی مثل صندلی معمولی هم نیست. با حال در کل عقبش هم میتونم بگم قابل قبول و خوبه در حد ماشین، ولی جلوش خیلی خفن تر از عقبشه. بریم سراغ رانندگی با فونیکس افیکس پریمیوم. اول از هر چیزی موقعی که کلاس روشن میشه و یهو همه چی میاد روی صفحه، حسال خوبی میده، انگار همه چی پیشرفته الکترونیک و مدرن طراحی شده که برای یوزر ایرانی مخصوصا خیلی باله. اولین نکته ای که جالب توجهه اینه که رادار بین خطوطش وقتی روشنه، شما به کلاستر نگاه میکنین، خط وسطی و دوتای کناری رو از هم جدا میکنه، ماشین رو تشخیص میده و بهتون میگه دارین نزدیک میشین یا نمیشین. خودش نکته جالبی بود، حالا برسیم به ماشین رو میگیم. همین الان گفتیم رادار، دیگه هیچ ماشین نمونده اصلا اینجا. دیده به اطراف خوبه، دیده به عقب به خاطر اینکه آینه کم محدبه و شیشه عقب هم کوچیکه زیاد جالب نیست، ولی دوربینا کاملا کار خودشونو انجام میدن. وقتی سرعتتون کم باشه، حدود 20 تا اینا باشه و راهنما بزنین، ببینید الان تقریبا 20 تا، فکر کنم زیر 25 تا عمل میکنه و خیلی خوب، کنتراست خوب و همه چی اوکی. دوربین 360، سنسورها کامل کار میکنن. دیده به جلو هم کاپوت یکم عضلانی، کامل کاپوت معلوم نیست، فقط اولش معلومه که ذات ماشینه و اسپورت بودنش اینو ایجاب میکنه. پشت فرمون حس خوبی داره و فرمون راحته، موقعی که سرعت میره بالاتر فرمون بهتر میشه. و به این من الان گاز میدم، جلوی ماشین اصلا بالا میاد و اصلا دارم میپیچم رو دند 3-4 هم عرضگردی داره. حالت رانندگی ماشین یه دونه ایکو داره، یه دونه نرمال، یه دونه اسپورت. خیلی جالبه که وقتی عوض میکنی روی صفحه وسطی هم میاد و اصلا گرافیک خفن، یعنی من شاید بگم کمتر این چیزها رو دیدم توی ماشین آسیایی. توی ماشین اروپایی آره میاد، توی بنز و بی ام و اینا میاد، ولی توی آسیایی نه. ما میذاریم روی اسپورت که لاستیکا دارن آتیش میگیرن، و گاز میدیم که ببینیم چه جوریه. گیرباکس که خیلی خوب ریسمان نشون میده، ولی ترمزا نه، ترمزا در حد این ماشین نیستن. ببینید اصلا معکوس که میکشه عجیب غریبه، یعنی ماشینو به زور دنبال خودش میکشه اینقدر که کشش داره. ببینید ماشینا رو میبینید چجوری تشخیص میده. الان ببینید الان جلوی منو، بعد ترمز استراری هم داره ولی من امتحان نمیکنم، ارزش ریسکش نیست. یهو میبینی نگرفت و دیگه به فنا رفتیم. ولی ماشینا رو ببین الان
دیویز شیشه رفت اون ور قشنگ تشخیصه و اینی اصلا خیلی خوب معکوس میکشه، خیلی خوب. برام عجیبه که این موتور و این گیرباکس با 200 کیلو وزن کمتر نسبت به مثلا تیگو 8 انقدر تفاوت داره و هر سرنشینی هم که شما سوار ماشین میکنی انقدر تغییر میده روی عکس العمل ماشین. حالت تعویض دستی جالبه که به صورت یه دکمه دستتون رو روش نگه میداریم بغل لیور دنده و اینجوری دی تبدیل میشه به ام و بخواین عوض کنین لیور دنده رو میدین عقب و اینجوری تبدیل میشه به M2 و M1. من میذارم روی حالت همون درایف که خودش تعویض کنه و گاز میدیم. توی سربالای لواسون به سمت لشکرک هستیم، سر صدای جاده و عوارضی که هست از تیگویت یکم خشکتره، تیگویت نرمتر بود سیستم تعلیقش. فوق لاستیک این ماشین 55 از پنه 215 و رینگ 18 اینچی خیلی هم بزرگ نیست ولی یکم خشکه نسبت به تیگویت، هم خشکتره، هم خشکی چینی ها رو داره، چاشنیش رو داره. و یه نکته دیگه در مورد عایق بندی صدا که توی تیگویت خیلی بهتر بود اوزا. توی این ماشین صدا از دور موتور 4000 به بعد آزاردهنده میشه اصلا، یعنی خواستن صدا بیاد یا اینکه نه اصلا کلا کیفیت کمتر کار کردن. ولی جالب اینجاست که توی دنده‌سه ماشین هرزگردی داره، مخصوصا یه ذره پیچ باشه بد جوری هرزگردی داره و عملا داره تیک آف میکشه تو دنده‌سه. گیرباکس 7 سرعته است، ببینید الان روی دنده 2 اصلا وای نمیسه، یعنی خیلی عجیب غریب داره میره. سر و صدای داخل نداری، ماشین 0 کیلومتر 3000 تا کار کرده و بنزین سوپر هم توشه که به نظر من برای مصرف این ماشین یکم باکش کوچوله. الان مصرف شما از حدود 3-4 ساعت پیش که داریم میرونیم پرگاز اینا 12.34 اینا میسود، میانگی من زدم 12.34 بود. خیلی خوبه که نسبت به تیگویت پرو مکس یا پرو، البته تیگویت پرو، پرو مکس چون موتورش فرق داره، مصرفش انقدر کمتره، اونم به خاطر وزن کمترشه. این ماشین دوباره گاز میدیم و ببینید اصلا توی قسمت فنی کم نمیذاره براتون اصلا، تا دلتون بخواد میتونین گاز بدین به این ماشین. ولی توی این که ماشین بعدن به مشکل نخوره، مثلا 20000 تا زیر پای آدمی مثل من باشه، آیا این ماشین مشکلی براش پیدا میشه زیاد گاز بده، زیاد پیچا رو باش محکم بزنه یا نه، نمیدونم. گذر زمان مشخص میکنه اینو. ماشینی که 0 کیلومتر گارانتی داره و توی بازارم رقیباش هستن اما نه به این خوبی، شاید دیگنیتی پرستیج تا حدودی رقیب این ماشین باشه. آره قیمتش هم نزدیکه به این ماشین و از نظر ظاهری این ماشین از اون جذابتر شده. تا قبل اینکه اینا بیان دیگنیتی پرستیج یا پرایم واقعا جذاب بوده، این که اومد دیگه کله اونم خوابونده، اینقدر که ظاهر خوبی داره. و از نظر فنی هم باید یه روز دوتاشون رو با هم بندازیم که ببینیم آیا شتاب، سرعت، سواری ایناشون چجوری هم. شتاب 0-100 این ماشین رو بریم بگیریم، برگردیم بریم پیچه لواسون. شتاب 0-100 فونیکس افیکس پریمیوم مدل 1402 0 کیلومتر 3000 تا کار کرده. موتور 4 سیلندر 1600 سیسی توربو 197 اسب بخار 290 نیوتن متر گشت آور، گیرباکس 7 سرعته که میذاریم روی حالت دستی، این دکمه بغلیشو گفتم فشار میدیم. ESP تراکشن کنترلش رو ازم خاموش نمی‌کنیم چون همین جوریش هم هرزگردی وحشتناک داره. دیفرانسیل جلو یا همون انتقال قدرت به چرخ‌های جلو. اوه آریزو رو چه دودی میکنه، آریزو 6 پرو هم بود ماشین نو چه دودی. و بنزین سوپر توی ماشین هست، وزن 1444 کیلویی، من تک سرنشین، ارتفاع سطح درون 1570 متر. بریم ببینیم چی عذاب در میاد. اصلا 7.95 زیر 8، یعنی برگا رو باید شست جور دیگر باید ریخت. 7.95 اصلا از خیلی خوب گذشته، عالی بود، زیر 8 زد.
یعنی شما فکر کنین که این ممکنه این ماشین مثلا سیترون سیتری و پژو 2008 هم بزنه. این همه خوب راه میره، نامصب ترمز نداره، ترمزش در حد راه رفتنش نیست، ولی واقعا خوب راه میره. کشش رو باید چی کار کنه این ماشین؟ کشش سربالایی فکر کنم میخوره جاده رو. خیلی روی این ماشین ادعا دارن که میگه هندلینگش فلانه، بهمان لاستیک گیتی یا همون جیتی روشه، لاستیک خیلی آلهایی نیست، فابریک کارخونه شه. ولی بریم ببینیم که مثل بقیه چینیای جدید میتونه برامون خوب هندلینگ بده یا نه. انقدر خوب راه میره که آدم واقعا باید محتاط باشه سر پیچا که از دست در نره. خیلی خوب راه میره، لنگر داره، اونم به خاطر ارتفاعشه، ولی نه به اون صورت که اذیت کنی و قابل کنترل نباشه. سر پیچ این همه تحت فشاره چرا گاز خورد؟ اصلا این درست نیست، ببینید اصلا خوب عمل نمی کنه. کنترل پایداریش دیدین دیگه، سر پیچ من بودم روشن میشه چراغش، ولی اصلا عمل نمی کنه و عملا گاز میخوره، گشتاور رو به اون میده. این چیز جالبی نیست، اصلا جالب نیست. ببینید من گاز میدم راحت گاز میخوره، اصلا سیستم کنترل پایداریش به موتور گیر بوکس وصل نیست. چرا؟ ماشینم نو هست، نه دستکاری نه هیچی، نمیدونم. بریم دوباره پیچ بعدی. ببین من دوباره ترمز میکنم، گاز میخوره سر پیچ با اینکه سیستم کنترل پایداری تو مداره و ماشین به بغل میلغزه. اصلا نکته جالبی نبود، ترمزاش که آنچنان خوب نیست. این ماشین خیلی خوب راه میره، ولی کی که نگهش داره؟ ببینید من ترمز میگیرم اصلا ماشین کله میکنه، تیکه تیکه میره. توی سربالایی میفتیم این دفعه که یکم فشار کمتره روی این ماشین، ولی کشش خوب تست میشه که همین الان تقریبا رسید به 120 و اصلا کم نمیاره. میگم توی راه رفتن فوق العاده خوبه، ولی اصلا نمیشه روی هندلینگش حساب کرد، چون موقعی که باید گازو محدود کنه و ترمزاش خوب عمل کنه برای کنترل پایداری عمل نمیکنه. بریم سراغ پیچ بعدی. ببینید الان سر این پیچم، خب ببینید گاز میخوره، این نباید گاز بخوره وگرنه این همینجوری به بغل میلغزه. و جالب نبود تو این قضیه، بزن یه بار دیگه هم امتحان کنیم. این تا حالا سه تا پیچ فکر کنم اینجوری شد. خیلی خوب راه میره، اصلا راه رفتنش حرف نداره، ولی الان دوباره سر پیچ. خب ببینید میلغزه، یعنی شما ول کنین ماشینو میره، فرمون صفر شده، حالت اسپورتش خوب عمل میکنه، ولی دیگه ببینید دوباره گاز میخوره. نگاه من باید خودم جمعش کنم، از دست در میره. پیچم بریم ببینیم چجوریه. نه 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 اصلا هندلینگش رو اصلا تایید نمی کنم، یعنی نسبت به راه رفتنش باید هندلینگش خیلی خیلی بهتر میبود. مشکل از لاستیکش هم کامل نیست که بگیم فقط لاستیک، خود سیستم کنترل پایداریش اون چیزی نیست که باید باشه. بریم سراغ سربالایی لشکرک. برای تست سربالایی و کشش این ماشین سرعت 80 تا زیره دوربینو میایم و 80 تا رو نگه میداریم برای اینکه باشه اینجا و گاز میدیم ببینیم که تو ادامه چی میشه. خیلی کشش خوبی داره، یعنی بهتون میگم واقعا یکی از بهترین کشش هایی که میشه توی این ماشین ها دید
و راحت 135 چلتا رو پر کرد. 150-60 راحت 170-80 تا رو میره. یعنی اینجا اصلا تو قضیه سربالایی و کشش اینا هیچ کمی نداره، ولی تو بخش هندلینگ بخوام جمع‌بندی کنم، تو قسمت متریال نه، تو قسمت امکانات آره، تو قسمت طراحی ظاهری خیلی آره، تو قسمت هندلینگ اصلا نه، تو قسمت راه رفتن خیلی آره، کشش حرف نداره. خیلی چیزای دیگه اش هم گفتم بهتون که خوبه یا بد، و به نظر من برمیگره به سلیقه شما با بودجه‌ای که توی بازار فروخته میشه. از این حرفا این ماشینو بگیرین یا رقیباشو، که نظر با خودتونه، بگین که اصلا میارزه این ماشین نمیارزه، از چیش خوشتون اومد. من که کششو راه رفتنشو خیلی دوست داشتم، هندلینگشو اصلا و ترمزم که ندارم. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنین، کامنت حتما بذارین، انگلیسی باشه بهتره، و یه لایک هم بزنین. شما که میبینین لایک رو بزنین برای ما باعث خوشحالی حمایته. و تا بررسی بعدی ماشین بعدی، بدرود.